گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی. از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی. قند پارسی. پارسی شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود. به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همدل، شنونده های خوب و همراهان همیشگی قند پارسی. دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه امروز قند پارسی. آمد شهر سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار از طعام، مائده جان رسید. ماه رمضان از دیرباز یکی از سوژه‌های مطلوب و دلخواه شاعران زبان فارسی بوده است و در تاریخ شعر فارسی آثار بسیاری درباره این ماه مبارک سروده شده است. البته نگرش شاعران مختلف به ماه مبارک یکسان نیست و هر کس به شکلی با ماه رمضان و عید رمضان طرف شده است. شاعران درباری زبان فارسی اکثراً با آمدن ماه مبارک رابطه خوبی ندارند، چون در این ماه جلوه عیش و نوش‌های آنان گرفته می شده است. آنان بیشتر مشتاق به عید رمضان هستند. مثلا فرخی سیستانی در شعری که با مناسبت فرارسیدن عید فطر می سرایت می گوید: روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب، عید فرخنده فراز آمد با جام شراب. چه توان کرد اگر روز از ما روی بتافت، نتوان گفت مرورا که ز ما روی متاب. چه شود گر برود، گو برو و نیک خرام، رفتن او برهاند همگان را ز عذاب. ولی مولانا جلال الدین که شعرش سرشار است از معنویت، گویا با رسیدن ماه رمضان هم عید می‌گیرد، از بس که نشاط در شعرش پیداست. جان ز قطعیت برست، دست طبیعت ببست، قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، ذاتش والموریات نفس به افغان رسید. مولانا انس عجیبی با قرآن کریم و احادیث و روایات دارد و به همین جهت اشاره به آیات قرآن، داستانهای قرآن و نام پیامبران در شعر او بسیار آمده است، به خصوص در آنجا که شعر برای یک مناسبت مذهبی سروده می شود. موسیقی
البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. روزه چو قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او، زان که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. پس از این بیت ها شاعر کم کم به سوی حال و هوای شخصی انسان ها در این ماه مبارک می گراید. او میان نفس و روح یک تقارن می بیند، به طوری که هر قدر انسان نفس را مهار می زند، روح او پرواز می گیرد. نفس چو محتاج شد، روح به معراج شد، چون در زندان شکست، جان بر جانان رسید. پرده ظلمت درید، دل به فلک برپرید، چون ز ملک بود دل، باز به دیشان رسید. همچنان که گفتیم، اشاره به داستانهای پیامبران و متون دینی یکی از دستاویزهای مهم مولانا است، همان چیزی که با آن آرایه تلمیح می گویند. تلمیح از نظر تأثیری که بر زیبایی شعر می گذارد یکی از هنرمندی های شاعران به شمار می آید. چون وقتی ما در شعر به یک واقعی آشنا یا یک داستان مشهور بر می خوریم، خاطره آن در ذهن ما زنده می شود و این خودش یک لذت هنری دارد. ولی در شعر مولانا تلمیح علاوه بر این لذت هنری در تقویت درونمایه معنوی شعر هم مؤثر است، چون تلمیحات او معمولاً به آیات و احادیث و داستانهای مذهبی است. مثلا در این بیت از همین غزل او به داستان حضرت یوسف و به چاه انداختن او اشاره دارد. و حالا انسان را یوسفی می‌بیند که در چاه جسمانیت خود افتاده و نیاز بر ریسمانی دارد تا از این چاه براید. و این ریسمان چیست؟ ماه مبارک رمضان. زود از این چاه تن دست بزن در رسن، بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید. و بالاخره بیت آخر شعر که در آن مولانا بر رسم بعضی از غزلهای دیوان شمس کلمه خموش را هم می آورد که تخلص شعری اوست. دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسید. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای
شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی پا و سر برقصا، ای خوشکمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی پا و سر برقصا، ای خوشکمر. تئاتر و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. دوستان عزیز، دعوتتان میکنیم همچنان در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید. کارگاه شعر. سلام شنوندگان عزیز، این برنامه قند پارسی از رادیو دری. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب‌های سخت‌تر رو بجونه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از کتاب‌ها شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل‌های بیدل شرح داره، از اون شرح‌ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب‌ها رو با هم بخونه و تموم کنه. بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل‌های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیات شناس، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه بدون نیاز به راهنما، میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثل نامه های عین الغزات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه. تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی، کارشناس محترم برنامه، و در همین جا برنامه قند پارسی به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.